بسم الله الرحمن الرحیم. امروز جمعه سوم اردیبهشت ماه. همراه ما باشید با گزیده مهمترین اخبار اتاق بازرگانی اصفهان در هفته‌ای که گذشت. 55مین جلسه هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان تشکیل شد. در این جلسه نمایندگان اتاق بازرگانی در مجامع و شوراها در سال جدید تعیین شدند. همچنین مصوب شد جهت بهره‌مندی از ظرفیت‌های تجاری سند همکاری ایران و چین، کمیته ویژه‌ای در اتاق بازرگانی اصفهان تشکیل شود. 2. در 101مین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان که به صورت فوق‌العاده برگزار شد، سازوکار رسیدگی به ترک فعل دستگاه‌های اجرایی به موجب ماده 576 قانون مجازات اسلامی و راهکارهای تسویه دویون دستگاه‌های دولتی و اجرایی به فعالان اقتصادی بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت. 3. پیرو اقدامات و پیگیری‌های انجام شده از سوی اتاق بازرگانی اصفهان در خصوص رفع مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه ارزی، بخش قابل توجهی از مشکلات این حوزه در ابلاغیه بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های 97 تا 1400 مرتفع شد. 4. در 12مین نشست کارگروه اقتصادی بنیاد نصف جهان، موضوعات مهمی از جمله پورتال جامع و پنجره واحد سرمایه گذاری استان اصفهان و لزوم حمایت و استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان و همچنین پروژه‌های مهم زیرساختی و اقتصادی استان تشریح و بررسی شد. 5. اتاق بازرگانی اصفهان و اتاق دوستی سریلانکا در راستای ایجاد روابط تجاری و همچنین آشنایی انجمن طلا، جواهر و سنگ‌های قیمتی اصفهان با همتای سریلانکایی و امکان انتقال تکنولوژی و آگاهی دو طرف در جهت پیشبرد ظرفیت‌های موجود در زمینه طلا، جواهر و سنگ‌های قیمتی وبیناری برگزار کرد. 6. اتاق بازرگانی اصفهان به منظور همافزایی و هماهنگی نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در فرایند بررسی طرح‌های نیمه تمام سرمایه‌گذاری استان جلسه‌ای تشکیل داد. در این جلسه ضمن بررسی اولیه لیست واحد‌های نیمه تمام و طرح‌های توسعه واحد‌های تولیدی استان شامل حدود 6000 واحد اقتصادی مقرر شد دستگاه‌های اجرایی زیربط به منظور تحقق خروجی‌های مورد انتظار با مرکز فوریت‌های کسب و کار و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی اصفهان همکاری و مساعدت نمایند. 7. در 7مین جلسه کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق بازرگانی اصفهان ایجاد بستر قانونی برای اختصاص 30% از پروژه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، برق، فولاد و مواردی از این دست مربوط به استان اصفهان به پیمانکاران بومی، ایجاد کنسرسیوم GC از پیمانکاران اصفهان در حوزه نفت، گاز و برق، توسعه واحدهای پتروشیمی پایین دستی و جذب سرمایه برای آنها از جمله موضوعات در دست اقدام این کمیسیون عنوان شد. 8. در اولین جلسه از سلسله جلسات میز تجارت عمان در فروردین ماه سال 1400 شرکت کنندگان در حوزه‌های خوراک دام، تجهیزات پزشکی، چاپ و نشر، پلیمر و خشکبار راهنمایی‌هایی دریافت نمودند. در این جلسه مباحثی مانند نحوه ثبت شرکت و الزامات آن در عمان، نحوه عضویت در اتاق مشترک ایمان و عمان، اعطای نمایندگی فروش و دیگر راه‌های ورود به بازار عمان نیز بررسی شد. با تشکر از همراهی شما و خدا نگهدار.